تیوی پلاس اولین تلویزیون اینترنتی ایران تقدیم می‌کند. یکی از مشکلات خیلی بزرگی که زندگی شهری این روزها برای ما ایجاد کرده چاقی و اضافه وزنه. خیلی از آدم‌ها دوست دارن که با سریع‌ترین راه‌های ممکن از شر این کیلوهای اضافه خلاص شن. به خاطر همینه که میرن خودشونو دست تیغ جراحی میسپرن و براشون هم مهم نیست حالا دوره نقاهتش یه ماه دو ماه، میگن ولی زودتر لاغر میشیم. برعکس این ماجرا وجود داره. خیلی از آدم‌ها هستن که دوست دارن چاق بشن اما لاغرن. هر کاری هم می‌کنن چاق نمی‌شن. اصولی ترین روش استفاده از یک متخصص تغذیه‌ای درسته که ما بدونیم چه رژیم غذایی باید بگیریم و چه راههایی رو باید بریم تا به وزن ایدئالمون برسیم. امروز در خدمت خانم غفاری هستیم، یکی از بهترین متخصصین تغذیه که خیلی هم بین سلبریتیامون جا افتادن و معروف شدن. میخوایم در مورد رژیم اصولی با ایشون صحبت کنیم. سلام خانم غفاری. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترمتون. در خدمتتون هستم. خانم غفاری، چند وقتی که تو این عرصه فعالیت میکنید؟ تقریبا 4 سال هست که بنده توی فضای مجازی به صورت رسمی کار میکنم و فکر کردم که مثلا یه ایده جدیدی داشته باشیم و به صورت غیر حضوری رژیم بدیم، پشتیبانی های غیر حضوری داشته باشیم، چون همونطور که خودتون میدونید افرادی که رژیم میگیرن خیلی روحیه حساسی دارن، یعنی دوست دارن همیشه یه نفر همراهشون باشه. بله. و فکر کردیم شاید یه ایده خیلی خوبی باشه و واقعا هم نتیجه خیلی خوبی داد، به خاطر اینکه خیلی از افراد از اینکه ما پشتیبانشون هستیم و همراهشون هستیم خیلی خوشحالن و خیلی میتونن نتیجه خوبی داشته باشن که تو پیجمون به هر حال هستن همشون. افرادی که اضافه وزن دارن یا کم بوده وزن دارن حتما باید رژیم بگیرن یا نه آدمای عادی هم باید یه برنامه غذایی اصولی رو رعایت کنن؟ نه خیر، کلا علم تغذیه مربوط به همه جوامع هستش، حالا چه فرد ورزشکار باشه، چه فردی باشه که دیابت داشته باشه، لاغر باشه، چاق باشه، باردار باشه، شیرده باشه، یا حتی کودکان. به هر حال تمام چاقی و معضلات ما از همون سن کودکی شروع میشه، به همین خاطر هستش که ما حتی رژیم های کودکان هم داریم که میتونه خیلی بهشون کمک کنه و از همون کودکی مراقب تغذیهشون باشیم. ما الان خیلی متخصصین تغذیه داریم، خیلی پزشکای تغذیه داریم که مطبای خیلی شیک و پیکی هم دارن ولی اونقدر مراجعه کننده ندارن. چی میشه که با یک صفحه مجازی میشه این همه مراجعه کننده جذب کرد؟ به خصوص سلبریتی ها، چون من میدونم که با خیلی از سلبریتی ها کار میکنین و خیلی ها تحت نظر شما هستن. بله، نظر لطف شماست البته. خب ابتدای امر بنده تقریبا 1.5 سال پیش با خانم بهار رهنما شروع به کار کردم و ایشون بعد از عمل اسلیوی که انجام دادن لطف کردن به بنده، اعتماد کردم و از همینجا خدمتشون به حال سلام عرض میکنم و خیلی لطف داشتن به من. در این حال بعد از اینکه به حال ما با خانم راهنما شروع کردیم و ایشون ما رو معرفی کردن، هنرمندای دیگه هم کم کم اعتماد کردن و لطف کردن، تشریف آوردن و رژیماشون رو شروع کردن و نتیجه گرفتن. باز همون هنرمندای عزیز دیگه بنده رو هی معرفی کردن و به هر حال به اینجا رسید. بعد این داستان فضای مجازی چیه؟ یعنی شما حضوری میبینیشون، قد و وزنشون رو میگیری، بعد بهشون رژیم میدی؟ چجوری پیگیری میکنی رژیم غذایشون رو؟ بله، خب ببینید دنیای تغذیه دنیاییه که حالا همه میگن که نه الان این رژیم غذایی که شما میدید باید حتما منو ببینید. ببینید رژیم های غذایی کلا یه معیاری داره نوشتنشون، یعنی همه متخصصین تغذیه اینو میدونن، یه اطلاعات کلی مثل قد و سن، داروی مصرفی، کلا یه سری اطلاعات کلی هست که ما از فرد اونها رو میخوایم و فرد حالا اگر خودش دوست داشته باشه عکسش هم برای ما ارسال میکنه که ما میتونیم حالا یه آنالیزی هم روی عکسشون داشته باشیم، ولی خب خیلی دوست ندارن، به همین خاطر ما اصلا وارد اون جنبش نمیشیم. اطلاعات کاملشون رو میگیریم و بر حسب اون رژیم غذایی که مناسبشون هست ارسال میشه براشون و در حین رژیم هم هر سوالی دارن میپرسن. این خیلی تونسته بهشون کمک کنه، یعنی فکر میکنم این ایده‌ای که ما دادیم علت این که الان بالاترین فالوور رو تونستیم
به هر حال جذب کنیم و خدا رو شکر خیلی خیلی استقبال خوبی شد، این هستش که همراهشون هستیم. یعنی مثلا میتونن توی تایمی که ما گذاشتیم و ساعت کاریمونه سوالاشون رو بپرسن، ما جواب میدیم و این خیلی حس امنیت رو به فرد میده که داره خوب پیش میره یا حتی مثلا بد پیش میره، باز یه راهکارهایی میدیم. چون اومدن مطب و رفتن و اینا یه ذره شاید برای همه مشکل باشه، ما مثلا مراجعه کننده خارج از کشور داریم خیلی یا شهرستان‌های مختلف که لطف کردن و گرفتن، خیلی فکر کردم که براشون خوب بوده. خانم غفاری متخصص تغذیه چند تا فالوور تو پیج اینستاگرامش داره؟ دقیقش والا نمیدونم الان چند شده، ولی فکر میکنم 207K باشه. 207,000 نفر. بله. بعد افراد چه جوری پیداتون میکنن؟ از طریق همین هنرمندا یا اینکه نه از طریق عکسایی که توی پیجا میذارید؟ چه جوری مراجعه جدید به شما معرفی میشه؟ خب خدا رو شکر از یه جایی ما شروع، از یه جایی که به هر حال پیجمون بالا اومد و حالا هنرمندان لطف کردن ما رو معرفی کردن، خدا رو شکر پیج خود به خود داره میاد بالا و مراجعه کننده ها از همدیگه معرفی میگن. یعنی مثلا فردی که نتیجه گرفته فرد دیگه رو معرفی میکنه و میگه که مثلا برین پیجشون رو فالو کنید، نتیجه هاش رو ببینید، کامنت ها رو بخونید، که خدا رو شکر مثلا بالاترین رضایت مردمی رو توی کامنت ها داریم. من خودم خیلی این پیجا رو هی میرم نگاه میکنم، میبینم که حالا بزنیم به تخته یا چش نزنیم، خیلی از نظر رضایت مردمی خوب بوده. یعنی کامنت های رضایت بخش خیلی داریم که البته واقعا نظر لطفشونه به بنده. یعنی شما بهترین نوع تبلیغ رو دارین، تبلیغ دهم به دهم مردمی، این بله. بهترین نوع تبلیغ میشه. درسته. بعد افرادی که رژیم میگیرن رژیماشون چند مدت یک باره؟ چند بار بعد هزینه برای رژیم ها پرداخت کنن؟ بله، رژیم های مختلفی ما داریم، پکیج های مختلفی داریم که مثلا یک ماه هستش، دو ماه هست، سه ماه، یا برای افرادی که اضافه وزنشون زیاده مدت طولانیه. خب همونطور که میدونید مثلا یه دست هم ماه اولو میگیرن بعد انگیزشون رو از دست میدن، ولی ما مثلا میگیم بهشون مثلا دو ماه بگیرید، سه ماه بگیرید و ماه خودمون پشتیبانشون هستیم، بعد به خودشون میان. مثلا خیلی ها به من میگن خانم غفاری ما اصلا نفهمیدیم چطور دو ماه رژیم بودیم، سه ماه رژیم بودیم، در صورتی که مثلا ده روز اول هر رژیمی ما ول میکردیم. اینکه همراهشون هستیم، ولی کلا اصولا رژیم ها یک ماه به یک ماه هستش. درست. یعنی یک ماه به یک ماه تعویض میشه رژیم ها. حالا دیگه بستگی داره اون فرد مثلا دو ماه خریداری کرده باشه یا سه ماهه یا بیشتر. بعضی از رژیم ها هستش که توش برنامه غذایی یکم مشکله، یعنی حتما دستبندی میکنه که امروز باید اینو بخورین، فردا اینو بخورین، و یکم برنامه مخصوصا خانم های خونه دار رو به هم میریزه. رژیمی که شما با آدم ها میدین چجوریه؟ بله، خب به واسطه اینکه با هنرمندان شروع کردم و به هر حال میدونم که شغل خیلی سختی دارن، منظور برای اینکه مثلا من اگر بگم که به حالا اون فرد بازیگر که شغل سختی داره بگم مثلا حتما الان باید شما توی این ساعت اینو بخورین یا مثلا شنبه باید این غذا حتما باشه، خب طبیعتا فرد میره سر کار و غذایی که برای همه گذاشته میشه برای اون فرد هم قرار داده میشه و این باعث میشه دل سرد بشه از رژیم. ولی متدی که میگم ما پیاده کردیم این هستش که منوی غذایی در اختیار فرد قرار میدیم. یعنی میگیم این منوی غذایی در اختیار شما، یک مقدار، یه حجم خیلی زیادی هم تنوع غذایی داره، یعنی 30-40 مورد غذا هست، یعنی میتونن جایگزین کنن. بله، خیلی راحت اون غذایی که خودشون دوست دارن رو انتخاب میکنن، حتی توی سفر، حتی توی مهمانی جایگزین میشن. من حتی میوه روز هم مشخص نمی کنم، چون به هر حال با وضعیت اقتصادی هر فرد باید رژیم جور باشه. من شاید مثلا اون فرد روش نشه، من بگم خب وضعیت اقتصادی چیه که الان آووکادو بذارم یا سیب بذارم. درست. برای مثال، ولی کلا لیست میوه ها رو در اختیار فرد قرار میدم، میگم هر میوه‌ای که خودت دوست داری، هر میوه‌ای که در توان اقتصادی و یا حتی مثلا توی محل کار میتونی حمل کنی استفاده کن. معمولا کسایی که رژیم میگیرن دوست دارن که یه روز دو روز روز آزاد داشته باشن، این تو برنامه غذایی و رژیم شما هست؟ بله، من این حالت رو گذاشتم برای افرادی که بتونن خوب کم کنن، یعنی تلاششون رو حداقل کرده باشن توی این ده روز و پیشرفت خوبی داشته باشن. معمولا ده روز یک بار یک وعده غذایی آزاد. بعد رستوران و کافه و اینا میتونن برن؟ همه جا شما میتونید تشریف ببرید. این دوستانی که با بنده کاهش وزن داشتن توی پیجمونم
اگر مراجعه کنن افراد ببینن، مصاحبه کردیم باشون یا توی کامنت ها همه می نویسن، همه جا شما میتونید تشریف ببرید. به خاطر اینکه میگم جایگزینی و جابجایی وجود داره. من حتی ساعتم مشخص نمیگم، یعنی انقدر رامیام با افراد که میگن که بر همین حس نمیخوام حس کنن که توی رژیمن، چون اصلا رژیم غذایی اصولی که حالا یه چیز آکادمیک و جهانی هستش، پایش اینه که فرد نباید احساس کنه که محدود شده، فرد نباید احساس کنه که مثلا الان خیلی دارم سختی میکشم آخه یهو راحت شم. یعنی حتی ما اون چیت دی هم که میذاریم، روزای آزادی هم که میذاریم، خیلی ها به من میگن که واقعا اصلا اشتها نداریم، اصلا اونم نمیخوان. بعد یه موضوع دیگه که وجود داره اینه که همه میگن در کنار رژیم باید ورزش کنی. شما ورزش هم اجباری توی برنامه غذایی میذاری؟ ببینید طبیعتاً سه تا رکن اصلی که فرد بتونه کاهش وزن داشته باشه، بحث روانشناسی، بحث تغذیه و بحث ورزش و تحرک هست. هیچ که نمیتونه به هر حال اینو نقص کنه. ولی میگم با توجه به شرایط کاری الان که برای همه کارشون سخت، پشت میزن و مدت خیلی طولانی به هر حال مجبورن که سر کار باشن، خستن میان خونه، من اجباری نکردم. یعنی دوستانی که رژیم گرفتن میدونن یه سری حرکات ورزشی معرفی میکنم، میگم اگر دوست داشتین تو خونه، اگر دوست نداشتین یه پیاده روی، اگر دوست نداشتین یه ورزش ساده ثبت نام کنید برین. کلن ورزش رو یه جوری نبوده که مثلا خیلی اصرار کنم بگم چون الان ورزش نکردید رژیم من جواب نداده. یعنی اگر که رژیمم چیزی باشه من پایش رو نمیذارم روی ورزش، ولی خب خوبه، مفید. گاهی تو سنین بالاتر از 35 سال، البته گاهی که نفکر کنم همیشه بعد از 35 سال 40 سال، وقتی رژیم های سخت آدم رو میگیرن دچار افتادگی پوست میشن و یه مشکلاتی براشون به وجود میاد. بله. به طور طبیعی چند کیلو در ماه باید وزن کم کنن که دچار این عواقب نشن؟ درسته. خب ببینید این هم باز برمیگرده به فرد به فرد فرق میکنه. مثلا فردی که 30 کیلو اضافه وزن داره با فردی که مثلا 5-6 کیلو اضافه وزن داره قابل مقایسه نیست. من مثلا شاید فردی که 30 کیلو اضافه وزن داره بگم راحت میتونی بدون کوچکترین عوارضی، حالا چه از نظر پوست و صورت و کبد و ریزش مو، هیچی، میتونی مثلا شاید 8 کیلو هم تو ماه کم بشی. ولی خب فردی که اضافه وزنش کمه، من میگم مثلا اصولش 3-4 کیلو در ماهه. باز این بستگی به اضافه وزن داره که افراد وقتی به ما مراجعه میکنن ما بر حسب اضافه وزنشون به حال توضیح میدیم بهشون. مثلا فردی که اضافه وزنش بالا کم هست بهش قول نمیدیم که مثلا تو ماه حتما 10 کیلو کم میکنیم. اگر واقعا اصولی باشه این اتفاق میفته. در این حال یه سری ویتامین های تقویتی هم برای همه افراد من میذارم که برای پوست و موشون خیلی خوبه و نتایج خوبی هم داشته تا الان، خدا رو شکر یک مورد هم نداشتم که بگم مثلا پوستشون شل شده یا ریزش موی براشون ایجاد شده. اگر مکمل ها رو کنارش استفاده کنن، چون ببینید به هر حال کالری مصرف، یعنی کالری روزانه فرد یه مقدار میاد پایین. بله. یعنی یه چیزی نیست، یعنی من هر کاری هم بکنم به هر حال کالری روزانه فرد رو یه مقدار ما باید کم کنیم. این یه مقداری که کم میشه خب تاثیر داره، یه سری ویتامین و مواد معدنی رو ما داریم حذف میکنیم، که از این طرف داریم با حالا ساپلمنت و مکمل های مختلف جبرانش میکنیم. اصولا چاق شدن خیلی سختتر از لاغر شدنه، چرا؟ بله متاسفانه، به خاطر اینکه مسئله ژنتیکی چاق شدن خیلی دخیله. یعنی افرادی که لاغر هستن واقعا، مثلا شاید بگیم افرادی که چاق هستن مثلا ژنتیک روشون تاثیر داره، ولی افرادی که لاغرن شاید بگم مثلا 80% ژنتیک روی این افراد تاثیر داره. مدت زمان بیشتری میبره افرادی که میخوان چاق شن؟ بله یه مقدار مدت زمان بیشتری میبره، ولی نباید ناامید بشن. میتونیم راهکارهای خوبی، یه سری مثلا مکمل ها، شربت های اشتها، اینا براشون به هر حال تجویز میکنم که میتونن به هر حال تا حد زیادی کمکشون کنه. یک رژیم غذایی اصولی و خوب که حالا به سلامت بدنم آسیب وارد نکنه چجوری باید باشه؟ ببینید خیلی عزیزان هستن فقط معیارشون اینه که لاغر بشن. یعنی مثلا میگن ما فلان مهمونی رو داریم باید لاغر بشیم، میرن سراغ رژیم های تک غذایی، رژیم خام گیاهخواری، رژیم های کتوژنی. این رژیم ها رو من نمیگم بدن، خیلی از افراد شاید اینا رو تایید کنن، خیلی از متخصصین تغذیه، ولی من میگم رژیم غذایی اونه که شبیه به زندگی خودمون باشه.
میدونی چرا؟ به خاطر اینکه وقتی شبیه به زندگی ما هست اون وقت تثبیت کردنش هم راحت تره. مثلا درست. اگر فرد مثلا بگیم که فقط هر روز شما مثلا شیر و موز بخور، خب این خیلی کاهش وزن خوبی پیدا میکنه. حالا بعدش کلی عوارض مختلفی مثل ریزش مو، حالا اینا که هیچی اصلا اونو میذاریم کنار، ولی وقتی بعدش میخواد وزن چه به زندگی عادیش دیگه وزنش دوباره برمیگرده و نمیتونیم اونو تثبیت کنیم. پس رژیم غذایی اصولی به نظر من رژیمی هستش که خیلی شبیه به زندگی عادیم باشه و از هر گروه غذایی، یعنی اون هرم غذایی که غلات و گوشت و سبزی و میوه و لبنیات هست، از همش به تناسب داشته باشه. و در روز چند وعده غذا؟ من همه رو میذارم 3 وعده غذا و 3 تا میان وعده که شش. بعد بعد از اینکه افراد به وزن ایدئال رسیدن، حالا هر مدتی که بود، 1 ماه 2 ماه 3 ماه، بعدش بازم باید رژیم بگیرم؟ ببینید دیگه با فرده، یه نفر هستش که بدن خودش رو دیگه یاد میگیره. ما بیشتر هدفمون اینه که بدنش رو آموزش بهش بدیم که به چه صورته. یه نفر میگه من الان دیگه یاد گرفتم خواهم غفر. مثلا خیلی ها هستن که الان تو دوره تثبیتشون هستن، میگن ما خودمون میدونیم چقدر ظرفیت معده‌مونه، تو همون حد میخوریم. و بعدنا اگر مثلا تو زندگی عادیشون شاید مثلا بعد 2 سال به من پیام بدن ما همچنان وزنمون همونه، دلیلش هم این هستش که تونستن مدیریت کنن خودشون. یعنی من همون اول بهشون یاد میدم، مثلا میگم شما مهمونی میخواین برین، عروسی میرین، لذت ببرید از شرایطی که دارین. نمیشه که شما برید عروسی فقط سالاد بخورین، که جایگزین میدم بهشون. مثلا میگم نمیدونم نهار و صبحانه و اینا رو کمتر بخورین، سهمیتون رو بدید به شامتون. درست. و همه اینا باعث میشه که اون فرد حریص نشه بعد از اینکه رژیم رو ول کرد دوباره به وزنش برگرده. پس اصولا رژیم های تک غذایی خیلی رژیم های مناسب نیست، یا مثلا رژیمی مثل رژیم کانادایی که الان خیلی هم باب شده و بله. خیلی استفاده میکنم؟ نه به هیچ عنوان من تایید نمی کنم. رژیم تک غذایی مدت کوتاهی هستش، یعنی نهایتا 10 روز بتونه فرد تحمل کنه این کار انجام بده. بعد حالا یه سری عوارض خیلی زیادی داره و تثبیت کردنش هم کار سخته. یعنی مطمئنا کسایی میرن سراغ این رژیم ها که مثلا 10 روز بعد یه مراسمی داشته باشن که باز ما میگم اون کارم اصولی نیست. افرادی که وزنشون خیلی زیاده، مثلا بالای 120 کیلو، 130 کیلو، 140 کیلو حتی هستن، اینا میتونن با رژیم غذایی به وزن ایدئال برسن یا نه باید از همین روش های جراحی استفاده بکنن اول بعد شروع کنن به رژیم گرفتن؟ ببینید من الان خیلی از مراجعه کننده ها مثلا بالای 160 کیلو هم هستن، حتی کیس های 220 هم دارم. خب ببینید این افراد رو درسته دیگه اصلا از نظر تغذیه‌ای بی ام آی از یه حدی که بالا بره ما اصلا موظفیم که فرد رو معرفی کنیم برای عمل جراحی، حالا عملهای مختلف جراحی. ولی یه فردی هست میگه نه من حالا یا از نظر هزینه‌ای مشکل دارم یا نمیخوام که با عمل این کار انجام بدم، با رژیم میتونه این کار انجام بده. من اتفاقا به تازگی با یکی از مراجع کننده هم 135 فکر میکنم کیلو بود که الان خودشو به هلوش 90 کیلو تونسته برسونه و خب این خیلی تونست بهش کمک کنه بدون اینکه پوست شل بشه یا ریزش موی داشته باشه. کلا هیچ کاری نشد نداره، با تغذیه میشه همه کار انجام داد، ولی تغذیه اصولی و مداوم. مراجعی داشتین که در اثر این کاهش وزن حالا دچار افتادگی پوست شده باشه یا مشکلاتی براش پیش اومده باشه که مجبور باشه بره زیر تیغ جراحی؟ میگم تا الان این اتفاق نیفتاده، یعنی فکر میکنم رکورددار کاهش وزنم همین 40 کیلو یا یه فردی بود 50 کیلو کاهش داشته که دیگه خب این فردی هستش که میگم رکوردداره، یعنی باز پایین تر از این خیلی ها هستن. ولی 50 کیلو کاهش هم دارم همین الان که اتفاقا باهاشون هم صحبت میکنم و مصاحبه هاشون هم دارم توی پیجم میذارم، به هیچ عنوان این مشکل رو نداشتن خدا رو شکر، چون در کنارش اون آخرهای رژیم شروع کردن ورزش های سنگین برای جمع کردن پوز و صفر کردن عضلات، این تونسته بهشون کمک کنه. ولی خب طبیعتا یه فردی که 150 کیلو 200 کیلوه بخواد به وزن مثلا 70 کیلو برسه این مشکلات براش میشه، یعنی دیگه این یه چیزیه که بهترین جهانم باشی نمیتونی کاری بکنی. ولی میگم ما نهایت تلاشمون رو کردیم که خیلی این روند خوند بشه. چقدر میزان خواب تأثیر داره توی کاهش وزن یا بالعکسش توی افزایش وزن؟ ببین
ببینید طبیعتاً یه مسئله‌ای که وجود داره مشکل تیروئید هستش. مشکل تیروئید مستقیماً با مشکل خواب در ارتباطه. یعنی افرادی که کمخوری تیروئید دارن خیلی اختلالات خواب دارن و یه مثل یه سیکل میمونه. اون کمخوابی باز برمیگرده فرد رو چاق میکنه و چاقیه باز برمیگرده تیروئید رو بد میکنه و همین چرخه ادامه پیدا میکنه و برای فرد خیلی مضره. از طرفی اگه خوابش رو بتونه کنترل کنه، از این طرف تیروئیدش رو بتونه کنترل کنه و در این حال این نتیجهش میشه که کاهش وزن. بعد کاهش وزن باز فیدبک میده به این دوتا. یعنی با خیال راحت مثلا دیدین وقتی که آدم زیاد غذا میخوره بعدش خوب نمیتونه بخوابه. این واقعا دلیل علمی داره. یعنی فرد وقتی که خیلی چاقه، مثلا همین دوستم که کاهش وزن خوبی داشتم و من باشو صحبت کردم میگو خواهم قفاره، من وقتی میخوابم اصلا حس میکنم نفس نمیتونم بکشم از توده چربی زیادی که به حال جمع شده بود تو قسمت قفقف و همه قسمت های بدنیش. خب این دوباره کم خواب بود و این کم خوابیه باز زده بود و مشکلات دیگه. این سیکل معیوب هی تکرار میشد. خیلی موقع پیش میاد وقتی رژیم میگیریم مخصوصا طولانی مدت ولایمون نسبت به غذا بیشتر میشه، مخصوصا کسایی که خیلی شیرینی دوست دارن ولایشون نسبت به چیزای شیرین بیشتر میشه. با این دسته از مریضا باید چیکار کرد؟ حالا مراجعه کننده ها بله بخارید. درسته. خب ببینید این یه امر طبیعیه. یعنی افرادی که حالا مثلا یه سری افراد هستن که من طبق تجربه‌ام یه سری کمبود ویتامین دارن، یعنی و واقعا هم علمیه کمبود یه سری ویتامینا توی بدن تمایل رو به یه چیزی بیشتر میکنه. حالا مثلا کمبود ویتامین دی خیلی تمایل رو به سمت شیرینی‌جات بیشتر میکنه و حالا ویتامینای دیگه که ما سعی میکنیم هم با مکمل این حس رو کم کنیم، هم برای افرادی که خیلی حالا این حس اذیتشون میکنه یه سری راهکارا تو رژیم میذاریم. یا مثلا میگیم که داروی لاغری من به هیچ عنوان نمیدم اصلا، نه دارو نه دمنوش هیچی. ولی خب یه سری افراد برای کمک کردن بهشون مثلا یه پودر کاهش اشتهایی که مجاز هست و داروخونه همه دارن معرفی میکنیم، اون خیلی میتونه حس شیرینیشون رو کم کنه. یه سری قند و شکرهای رژیمی برای افراد دیابتی هست که استفاده میشه و باز اون میتونه اون حس شیرینیشون رو کم کنه. ما خیلی تبلیغات ماهواره‌ای در مورد داروهای کاهش وزن و افزایش متابولیسم میبینیم. خیلی هم استفاده کردم، مثلا سوپر فست که دارویی که خیلی ها استفاده کردن و میزان متابولیسم بدنشون افزایش پیدا کرده و خیلی خوبم نتیجه گرفتن. این داروها میتونه عوارضی داشته باشه؟ طبیعتاً هیچ دارویی وجود نداره. من حتی میگم مکمل ها هم به هر حال یه جنبه جانبی دارن، یعنی چیز بدی نیست. ولی دیگه طولانی مدت مثلا بخواد 6 ماه فرد رعایت کنه و دائما قرص بخوره یه سری عوارض داره. داروهای لاغری که به شدت من باش مخالفم، خیلی ها تایید میکنن و خیلی ها حتی تجویز میکنن، مثلا روزی 10 تا قرص لاغری شاید تجویز کنن. خدا رو شکر این نتیجه مثبت کار ما فقط و فقط بر پایه این بود که تونستیم با رژیم غذایی افراد رو لاغر کنیم. داروهای لاغری خب یه سری آمفتامینا توش داره، بعضی از داروها که ماهواره‌ای هستن و اصلا توی ایران اجازه فروش توی داروخونه‌ها توشون وجود نداره، حالا نام نمیبرم چون خیلی ها هستن و خب روی کبد خیلی اثرهای منفی میذارن. ما میخوایم به هر حال بدن لاغر بشه که یه فوایدی برای بدن داشته باشه. بخوایم از یه سمت با دارو کبد رو دچار مشکل کنیم، بعدن دچار مشکلات بیشتری میشه. و سوال آخر، اگه کسی بخواد با خانم غفاری در ارتباط باشه و ازش رژیم بگیره باید چیکار کنه؟ خواهش میکنم پیج اینستاگرام ما هست غفاری دایت که به هر حال میتونن مراجعه کنن. راه‌های مختلفی توی پیج اینستاگرام گذاشتیم، حالا شبکه‌های مجازی و خود دایرکت و جای مختلف توی اونجا راهنمایی میشم که اول بیان پیج رو ببینن، قشنگ انگیزه بگیرن، هنرمندامون رو ببینن، افرادی که به هر حال کاهش وزن خوبی داشتن رو بیان ببینن و بعد اگر که افتخار دادن به بنده اعتماد کردن در خدمتشون هستیم که اطلاعاتشون رو میفرستم و راهنمایی میشم. خیلی ممنونم. خواهش میکنم. مرسی از شما.